سلام، من پرگل هستم. ما اینجاییم که با هم دیگه یاد بگیریم الگوی انگشت گذاری روی سیم ر رو با شماره درس های 40, 41, 42 و 43 از کتاب لویالون 1. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و اگر سبک ویدیوهای آموزشی من خوشتون اومد و براتون مفید بود، کافیه که من رو فقط سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کوچیک رو فعال بکنید که به محض آپلود ویدیوهای جدید با خبر بشید. الگوی انگشت گذاری روی سیم ر کاملا شبیه الگوی انگشت گذاری روی سیم لا هستش، ولی خب نسبت به علامت های عرضی یا همون دیز و بمول هایی که ابتدای خط حامل کنار کلید سل قرار میگیره، جایگاه انگشت هامون نسبت به اون نوت یا اسمی که داره تغییر میکنه. خب خیلی مهم وجود داره که این دو نکته، اولیش مربوط به استایل و نحوه انگشت گذاری هستش که ما باید بدونیم و رعایتش بکنیم. خب این نحوه نگهداری سازمون بود و این هم نحوه انگشت گذاری روی سیم لا. من گفتم که الگویی که روی سیم لا هست کاملا شبیهش رو برای الگوی سیم ر اجرا میکنیم. حالا دوباره سیم لا، سیم ر، سیم لا، سیم ر. اگه دقت کرده باشید موقعی که من از سیم لا میرم برای سیم ر، آرنج و ساعدم، کلا این قسمت از دستم میاد جلو، همه موازی به هم و در یک حرکت هستن. اینطوری اشتباهه هر کدوم یک سمتی بره، همه با هم دیگه در یک حرکت به جلو حرکت میکن. خب حالا نکته‌ای که وجود داره، خیلی نباید این آرنج من بیاد تا اینجا، خیلی کم، اندازه 5 الی 10 درجه موقعیتمون تغییر پیدا میکنه که انگشت سوم و چهارممون راحت تر روی سیم قرار بگیره. سیم لا، سیم ر، سیم لا، سیم ر. حالا همونطوری که ما موقع انگشت گذاری از سیم لا میریم سیم ر، از سیم ر بر میگردیم به سیم لا، باز هم باید اینجای دستمون یعنی آرنج و ساعدمون کلن برگردن به حالت اول. اینطوری نباشه اینو بیاریم پایین و این همونجا بمونه، انگشتامون اینطوری بشه، این کاملا اشتباه. سیم لا، سیم ر، سیم لا، سیم یک بار دیگه انگشت گذاری میکنیم روی سیم لا، حالا میریم برای سیم ر. دومین نکتمون مربوط میشه به استایل آرشمون که خیلی بهمون کمک میکنه که تعویض سیم های تمیزتری داشته باشیم. یه نکته بود که قبلا هم با هم دیگه یادش گرفته بودیم که موقعی که وسط آرشمون رو به طور مثال روی سیم لا قرار بدیم، زاویه‌ای که به وجود میاد، حالتی که وجود داره، یک حالت چهار ضلعی یا یک مربع هستش که به ما کمک میکنه و نشون میده که استایل آرشمون درسته و آرشمون موازی با خرکه. یکی از مهمترین این حالت این بود که زاویه دستمون با موازی با زمین باشه. اگر دستمون افتاده باشه یا بیش از حد بالا باشه کاملا اشتباه بود. پس ما باید این قانون رو رعایت بکنیم و برای حفظش توی تمیزها خیلی کمکمون میکنه. به طور مثال الان از سیم لا من بخوام برم سیم ر و با همین حفظ قانون چهار ضلعی
دقت کنید خیلی کم از آرشم استفاده میکنم، اصلا از آرشم استفاده نمی کنم. پس یادمون نره موقعی که ما میخواییم تعویض سیم داشته باشیم، خیلی خیلی مهم هستش که آرنج یا دستمون افتاده نباشه به این صورت. باید حالت 4Z رو رعایت کنیم و با بالا رفتن آرشمون، حالا منظورم از بالا رفتن روی سیم ره یا سول بود، باید دستمون هم به بالا بره. ولی خب این بالا رفتن نباید طوری باشه که کتفمون بالا بره. بیشتر بالا رفتن از طریق ساعد هستش و خیلی کم بازوم. ولی نباید کتف و بازومون به این صورت یا به این صورت خیلی زیاد باز بشه. ببینیم. خب این اشتباه. وسط آرشه. بریم سراغ الگوی انگشت گذاری روی سیم ر. خب میدونیم که خود سیم ر نوت ر رو ادا میکنه و انگشت اول ما وقتی روی سیم ر قرار بگیره میشه نوت می. به فاصله یک پرده از نوت ر فاصله میگیره و میشه نوت می. به فاصله نیم پرده، یعنی انگشت دوممون کاملا چسبیده باشه به نوت میمون، یعنی انگشت اولمون به چسبه، میشه نوت فا. پس انگشت اول نوت می، چسبیده بهش انگشت دوم، میشه نوت فا. حالا اگر این نوت فامون یک پرده فاصله پیدا بکنه از نوت می، میشه فای دیس. خب حالا انگشت سوممون میچسبه به انگشت دوممون که میشه به فاصله نیم پرده، میشه نوت سول. حالا از انگشت سوممون به فاصله یک پرده انگشت چهارممون روی سیم قرار میگیره که میشه نوت لا. پس شد ر می فا فای دیس سول لا. خب بریم برای ادامه درسمون با کتاب لویار. تمرین شماره 40 در تونالیته دو ماژور نواخته شده که میزان نماش 4/4 هست. اگر تا آخر خط نگاه بکنیم میبینیم که هر میزان تشکیل شده از دو نوت سفید. این تمرین دو نکته خیلی مهم داره که اولین نکتهش این هستش که از میزان اول و دوم به بعد وقتی که انگشت اول و دومم که میشه نوت می و استثنا فای دیز رو قرار دادید و اجرا کردید، این دو انگشتتون روی سیم قرار میگیره تا به آخر اجرا. دومین نکته مربوط میشه به میزان دوم. اگر دقت بکنید پشت نوت فامون علامت دیس وجود داره که یعنی استثناءن این نوت باید در این میزان دیس اجرا بشه. خب هر وقتی که ما یک علامتی مثل دیس به مول یا به کار پشت هر نوتی قرار گرفت و دیدیم، یعنی استثناءن اون نوت باید در اون میزان به اون صورت اجرا بشه. حالا امکان داره در اون میزان دو بار، سه بار، چهار بار اون نوت وجود داشته باشه و ما باید هر چهار بار هر دو بار اون نوت رو همونطور که بهمون گفته اجرا بکنیم. ولی اعتبار این نوت، یعنی اون نوت دیز به مول یا به کار، فقط و فقط در اون میزان هست، یعنی تاریخ انقضا داره و تاریخ انقضاش فقط اون نوت هست، اون میزان هستش. از اون میزان به بعد شما باید به حالت اولی یا هم حالت کارخانه که ابتدای خط هامه، حالا تو هر تونالیتی که هست، برگردید. خب میریم سراغ نوتخوانی و ریدخوانی تمرین شماره 40 که میشه ر می می فا دیز فا دیز
شادی است. می می به بریم بر اجرا. در تونالیته رماجور نواخته شده که میزان نمامون 4/4 هست. هر میزان تشکیل شده از 4 نوت سیاه که دو نوت در آرشه های لگاتو باید اجرا بشه. خب میریم برای نوت خانی و ریزم خانیش. میشه ره می فا می می فا سول فا فا سول لا سول سول فا می فا ره. بریم با اجراش. شماره 42 در تونلته ر ماژور نواخته شده و میزان نمامون 4/4 هستش. در هر میزان تشکیل شده از 4 نوت سیاه که در شاهای دتاشه بعد اجرا بشه. نوت خانی و رید خانیش میشه ر می فا ر می فا سول می فا سول لا سول لا سول فا سول. خط دوم سول فا می سول. میزان بعدیش فا می ر فا می فا سول لا سول فا می فا ر. بریم برای اجراش. شده در میزان نمای 4/4. داخل هر میزان تشکیل شده 4 نوت سیاه ولی 2 نوت اول در آرشه لگاتو و 2 نوت بعدی در آرشه های دتاشه که میشه ر می ر فا می فا می سول فا سول فا لا سول فا سول می لا سول لا فا سول فا سول می فا می فا ر می فا سول لا ر. بریم برای الگوی انگشت گذاری روی سیم ر
و درس های 40, 41, 42 و 43 از کتاب لویالونه 1. ممنون از وقتی که گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر از سبک ویدیوهای آموزشی من خوشتون اومد و براتون مفید بود، کافیه که من رو فقط سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کوچولو رو فعال بکنید که به محض آپلود ویدیوهای جدید با خبر بشید. ما اینجاییم که با همدیگه یاد بگیریم و بنوازیم.